گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله را صحبت خواهیم کرد. مهاجران مهنتی دپورت شده می توانند سببگوری شدید شدنی وضع کریمینالی در تاجیکستان باشند. با دلیل کمبود جای کار موافق، جوانان روح‌افتاده کشور اجباراً به گروه های مختلف جنایی شامل می شوند. مهاجران مهنتی دیروزه امروز دست به کارهای غیرقانونی می زنند. در کشور، خصوص در ولایت ختلان، افزایش حالت های دزدی و قلابی به مشاهده می رسد. ارزوی کریم از ولایت ختلان گزارش می دهد. محمدالله اسکندروف جوان 28 ساله ساکن ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان یک سال پیش از روسیه دپورت شد. تا وقتی رانده شدنش از مهاجرت برای دو فرزند، همسر و پدر و مادرش پول می‌فرستاد. اما چون بعد دپورت به تاجیکستان آمد از بیکاری رنج کشید. نتوانست نانوار خانه باشد. محمدالله با چندین همدیهش بعد جستجوی بی‌نتیجه جای کار به جنایت دست زد. میلیسه شهر قرغان‌تپه این جوان را با جرم دزدی بازداشت کرده علیه آنها پرونده های جنایی باز کرده شد. محمدالله دزدیش را تصدیق کرده گفت که از کرده پشیمان است. 20 عدد بالون رو بور کرده با ماشین امید بور کرده برده با فروختی را حساب نکرده که چقدر پسید هم هر کمی بودیم 80 سن 95 سن 100 سن هم وقت که جدا کن که چکاری دیگه با انگو بود مرک دست هم که نه سبب نمیشه. به اداره میلیسه شهر قرغان‌تپه همه روزا خبرها در مورد دزدی میرسند. در ده ها دزدی گاو و گوسفند، دیگ و طبق، مرغ، گاه و هیزم های مردم نیز به مشاهده میرسد. این عملها مردمی ختلان زمین را نگران کرده است. فرخنده حبیب و ساکن ناحیه باختر میگوید که لباسهایش را شسته در تاربند آفتاب کرد اما صبح دیگر آنها را پیدا نکرد. درم کوچه ما خود دزدو بسیار شدن که وقتای اخیر وقتی که شبا مثال لباسمون اکشو میکنیم در تربند پیش خونه سحر میخیزم علاقه نیمی لباسمون نیست لباسی که قیمت فسانان انوارا میدیدند کرکو قیمت را کرتومون گلیم بزن و اگر گلیم افتاو کنیم گلیمون مون میدیدند بای اغلای همسویمون گوه و گسپندوشون ها بردگیم چند برای خلچدگیم حتی مرغا میبرم ما هم همین چیز اهمیت دادگیم که بسیار دپارتاسیا کردن جوانو را بعدی همین حالاتوی دزدی بسیار شدیسته در همین کچوی ما. حالاتوی دزدی و شکایت این مردم مقامات میلیسه ختنان را به تشویش آورده است. به گفته بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان دزدی در میان مردم چند ماهی اخیر بیشتر شده است که بازگشت مهاجران مهنتی به وطن به این روند تاثیر خود را گذاشته است. جنایت کرد بعد از نیک فرق نمیکنه ولی بعد اومده در همیجام دزدیشه دوام میده دست به جنایت میزنه نیک سطح شده شوی جنایت نظر به سال گذشته در این سمت زیاد است. من دوام 15 روزه ما اگر تحلیل کنیم ما یک سه گروهی کلان گرفتیم خیلی دستگاه ریاست کارهای داخلی زیاده 50 جنایت فقط در سمت منمی دزدی بود هم حجره بود هم حیوانات کلان میدان شاخدار شهروند بود معین کرده دست میتابید. طبق آمار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان سال گذشته 2015 در ولایت بیش از 30 حالت دزدی به قید گرفته شده است که این روند نسبت سالهای پیش زیاد شده است. گفته می شود حالتهای دزدی در قسمت جنوبی ولایت افزوده است. در دو ماه اخیر در این منطقه بیش از 100 حالت دزدی را آشکار کردند که در بیشتر موارد به این کار جوانان دست دادند. رحمان دادرزاده کارشناس بخش اقتصاد میگوید که اگر دپورچوی مهاجران تاجیک از روسیه به تنظیم درآورده نشود حالت های به جنایت دست دادن مردم در تاجیکستان بیشتر میگردد. بعدی که از طرف دولت روسیه قانونای بودوبوش درباره مهاجران وزنین شد عملی گردید قانونای نو زیادی مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان برگشتن و دوباره در روسیه بودوبوش کردن نمی توانند به مدت 3 سال یا که 5 یا که 10 سال از بودوبوش محروم گردیدن. از این حساب در تاجیکستان دزدی، غارتگری، مردم فریبی خیلی زیاد شده است. اگر همین شهروندان تاجیکستان که بیشتر به روسیه می رفتند و ریسک روزی خود را از آنجا می افتند، اگر همین روند از طرف روسیه ادامه یابد که مهاجران دوباره به روسیه رفتن نتوانند، از این هم زیادتر دیگر امروز در حراسند.
از سبب ویران کردن قانون و قوانین بودباش در روسیه برای صدها جوان تاجیک وارد شدن به این قلمرو منع کرده شده است. با برگشتن به وطن مهاجران نمیتوانند جای کاری مناسب پیدا کنند تا زندگی خانواده هایشان را پیش برند. آنها مجبور میشوند که باز به خدمات مهاجرت مراجعت کنند. تنها در یک ماه ینوری سال 2016 به خدمات مهاجرت ولایت ختلان 686 ساکن ولایت مراجعت کردند که آنها دپورت شده امکان بازگشت به مهاجرت را ندارند. این رقم در سال 2015 به بیش از 8000 نفر رسیده بود. آرزوی کریم، ولایت ختلان. سامیانی گیرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهودا نگذشت. برنامه مذکور بود از گری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با میخوریم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.